برای خانواده ما پیام نیک این بود که یگان نفر در سوی استاده و بی‌طرف و بی‌تفاوت نبود. حتی جناب عالی امام علی رحمان پیشوای ملت ما از طریق چندین اهل مقام و مسئولان و ماموران با آذرخش سلام خاص می‌فرستادند و سروزیر مملکت بسیار مبادرت و بسیار دیارمندی روحانی و روانی کردند. این همه روز سرور ولایت ما برادر ارجمندمان رجب‌بای احمدزاده همیشه یاور ما و یار ما بودند، به حد که مادر عزیزشان شبها به آذرخش زنگ می زدند و دعا می کردند و می گفتند کاش همه روز زود فرا رسد که من به شادبادی شما روم، به شادبادی سلامت شما. و آدم های عادی ترین عالم، آدم های معمولی هم همیشه دعا می فرستادند، از دعا قیمتمندتر، از دعا گرانقدرتر، از دعا و مقدارتر چی هست؟ و می خواستم برای آن طبیبان جانساری که این همه روز همراه گرفتاران و همراه مریضان به سر بردند و بسیار جانساری و سرسپردگی و بزرگواری ها کردند، به اینها هزار خیرمنی سپاس گویم. خود استاد آذرخش در صحبت تلفنی با معاون سرمره روزنامه سغد سرایا حکیمه که صبح امروز نشر شد اظهار داشتند که واقعا از محبت های دوستان، از دعا و درود های کلی دوستان سربلند هستیم. خداوند درد میدهد و درمان هم شکری بیادد. امروز خوب هستیم. فرزانه به خونه رفتند و من هم باید به نزدیکی مرخص شوم. البته توبت رو یک مدت در خونه ادامه میدهم، اما الحال خیلی خیلی بهترم. زحمت های طبیبان را خصوصا تاکید میکنم و سپاس میگویم به هر کدامشان. واقعا طبیبان در این روزها قهرمان هستند، قهرمان زمان. شب و روز در سری بالین ما بودند و تلاش هایشان برای جان بیماران ستودنی است. میخواهم از رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده هم بگویم برایشان سپاس و درود رسانم، چون از آغاز در کنار خانواده ما بودند و در کنار مردم هستند. چند باری که صحبت میکردیم از صدایشان احساس میشد که چقدر برای ما و مردم کشور نگران هستند. پیوسته از وضع سلامتی ما پرسان میشوند. منتظرم. در خاتمه صحبت استاد آذرخش و دوستان مخلصان و هواداران پیغام دادند که پرپر از محبت، پرپر از ترانه های نو، پرپر از زندگی هستند و از دوستان خواهش نمودند که خود و نزدیکانشان را احتیاط کنند. در مؤسسه